سرخط خبرها. ادامه واکنش ها در مورد کشته شدن ده ها مهاجر افغان در سرحد ایران و پاکستان. دفتر معاونت سازمان ملل در کابل و سازمان عفو بین الملل خواستار تحقیقات کامل و شفاف در این باره شدند. یونما نگرانی عمیق خود را درباره گزارش های نگران کننده از وقوع یک رویداد در روزهای 14 تا 15 اکتبر در ایالت سیستان منطقه مرزی کالاگان ایران ابراز می کند. نگرانی ها از افزایش کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان. کمیته بین المللی صلیب سرخ حمایت مالی برای نجات جان هزاران کودک مصاب به سوی تغذیه را مهم دانسته است. تیم های سیهی سیار و کلینیک های ثابت جمعیت افغانی سرمیاش موارد هشدار دهنده سوی تغذیه حاد کودکان را ثبت می کنند، به ویژه در ساحاتی هستند که خانواده ها با بی‌ثباتی. سفر هیئت امارت اسلامی به قزاقستان. این هیئت به رهبری سرپرست وزارت صنعت و تجارت قرار است در نمایشگاه مشترک افغانستان و قزاقستان در آلماتی اشتراک کند. و اردوی اسرائیل رسما اعلام کرد که یحیی سنوار رهبر حماس کشته شده است. به نام خدا و با عرض سلام، وقت بخیر. به خبر 8 از آریانا و آریانا نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 27 میزان سال 1403 هجری شمسی است. من وسیم احمد ادیب هستم. مشروع خبرها. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما خواستار تحقیقات کامل و شفاف درباره تیراندازی بالای مهاجران افغان در سرحد میان ایران و پاکستان شده و بر حفاظت از حقوق مهاجران بر اساس قوانین بین المللی تاکید کرده است. سازمان عفو بین الملل هم این گزارش ها را وحشتناک خوانده و خواستار تحقیق کامل در این خصوص شده است. این در حال است که امارت اسلامی پیش از این گفته که تحقیقات درباره صحت و سقم این رویداد آغاز شده و پس از روشن شدن موضوع تصامیم لازم اتخاذ خواهد شد. دفتر معاونت سازمان ملل یا یونما در افغانستان خواستار تحقیق جامع و شفاف درباره تیراندازی به مهاجران افغان در مرز ایران و پاکستان شده. یونما در یادداشت در اکس نوشته که از گزارش های مربوط به تیراندازی گروهی به مهاجران افغان توسط مرزبانان ایرانی عمیقا نگران است. دفتر نمایندگی ملل متحد در افغانستان تاکید کرده که حقوق مهاجران و پناهجویان باید طبق قوانین بین المللی رعایت شود. یونما نگرانی عمیق خود را درباره گزارش های نگران کننده از وقوع یک رویداد در روزهای 14 تا 15 اکتبر در ایالت سیستان منطقه مرزی کالاگان ایران ابراز می کند. یونما خواستار تحقیقات کامل و شفاف در مورد این رویداد ادایی است و به همه طرف ها یادآوری می کند که حقوق مهاجران، پناهندگان و پناهجویان توسط قوانین بین المللی محافظت شده است. سازمان عفو بین الملل نیز خواستار تحقیق بی‌طرفانه و مستقلانه درباره این رویداد شده. این سازمان گفته که گزارش ها در مورد تیرباران شدن پناهجویان افغان از سوی مرزبانان ایرانی وحشتناک است. رینا امیری نماینده آمریکا برای زنان افغانستان هم بر انجام تحقیق در مورد این رویداد تاکید کرده است. افغان ها اکنون در یک ماتم ملی قرار دارند، اما بهتر خواهد بود که دولت مداران افغانستان چنین جنایت را درست بررسی کنند و نگذارن که جغرافیای ما و مردم ما علیه کشور همسایه‌مون استعمال شوند و این جنایت اگر بررسی شود، در آن صورتی که ایران این انجام داده باشد، باید به محاکم کشانیده شود آن اشخاص. هرچند مشخص نیست که چه تعداد مهاجران افغان توسط مرزبانان ایرانی به رگبار و گلوله بسته شدند، اما پیشتر حالوش گزارش داده بود که 260 مهاجر افغان در پی تیراندازی نیروهای ایرانی جان باختند. این سازمان حقوق بشری در تازه ترین مورد هم آمار داده که 13 جسد به شفاخانه رازی سراوان در ولایت سیستان و بلوچستان منتقل شدند. اما در ادامه نوشته که به دلیل کمبود جای در سردخانه این شفاخانه، از محل نگهداری اجساد سایر قربانیان تا کنون اطلاعی در دست نیست. این طرف اما امارت اسلامی گفته که تحقیقات درباره صحت و سقم این رویداد را آغاز کرده و نیز هیئت را برای بررسی موضوع گماشته است. خاصتاً کشورهای همسایه افغانستان در طول 40 سال گذشته جهت تطبیق عمق استراتژی که منافع سیاسیشان در حکومت داری از مهاجرت او را سوء استفاده کردند.
امیدوار هستم نهادهای بین المللی به اساس همو توافقات با کشورها صحبت داشته باشند که بار اعظمی فشارهای سیاسی را بالای مهاجرین اعمال نکنند به خاطر حکومتداری در افغانستان. اگر با حکومت فعلی افغانستان مشکل دارند، مشکل خود را از طریق گفتمان رو در رو بیان مطرح بحث قرار بدن، او هم به اساس منافع ملی جانبه، نه به اساس فشارها او هم بالای مهاجرین. هرچند آمارهای زده نقیص در رسانه ها در مورد وقوع این رویداد به نشر رسیده و واکنش های زیاد را به دنبال داشته است، اما از آدرس منابع رسمی کشور چیز در اختیار رسانه ها قرار نگرفته و تنها بر انجام تحقیقات در زمینه تاکید شده است. پیشتر نیز سفیر و نماینده ویژه ایران در افغانستان گزارش ها مبنی بر تیراندازی به مهاجران افغان در مرز ایران را دروغ پنداشته است. حدود 3 میلیون کودک در کشور به سوی تغذیه حاد دچار هستند. کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر با نگرانی از افزایش شمار کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان تاکید کرده که حمایت مالی برای نجات زندگی هزاران کودک مهم است. این نهاد بین المللی گفته است در آغاز امسال برآورد شده بود که حدود 2,900,000 کودک زیر 5 سال ممکن است در سال 2024 از سوی تغذیه حاد رنج ببرند. در بیانیه نهاد آمده است که تیم‌های صحی سیار و کلینیک‌های ثابت جمعیت افغانی سرمیاشت موارد هشدار دهنده سوی تغذیه حاد کودکان را ثبت کرده و ویژه در ساحاتی که خانواده‌ها با بی‌ثباتی اقتصادی روبرو هستند. فرهناز فریبرز گزارش می‌دهد. نگرانی سازمان‌های بین المللی از افزایش سوی تغذیه حاد در افغانستان، کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر از افزایش شمار کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده که حمایت مالی برای نجات زندگی هزاران کودک بسیار مهم است. این نهاد در بیانیه گفته است که در آغاز امسال برآورده شده بود که حدود 2,900,000 کودک زیر 5 سال ممکن است در سال 2024 از سوی تغذیهات رنج ببرند. در بیانیه با نقل از جمعیت افغانی سرمیاشت آمده است که میزان سوی تغذیه در افغانستان بر اساس مواردی که تیم‌های سی سیار و کلینیک‌های ثابت این اداره تثبیت می‌کنند سرسام‌آور است. تیم‌های صحی سیار و کلینیک‌های ثابت جمعیت افغانی سرمیاشت موارد هشدار دهنده سوی تغذیه حاد کودکان را ثبت می‌کنند، به ویژه در ساحاتی هستند که خانواده‌ها با بی‌ثباتی اقتصادی روبرو هستند. سوی تغذیهات اگر درمان نشود می تواند کشنده باشد و این بیانیه تاکید می کند که برای نجات زندگی این کودکان به اقدام های فوری نیاز است. همزمان با این گزارش جدید شاخص جهانی فقر چند بودی نشان می دهد که 70% از کودکان زیر 18 سال در افغانستان در فقر به سر می برند. این شاخص که به طور مشترک توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد و ابتکار فقر و توسعه انسانی دانشگاه آکسفورد منتشر شده نشان می دهد که افغانستان حدود 5 میلیون کودک فقیر بیشتر از بزرگسالان دارد. ولی در این اواخر چون سطح اقتصاد مردم یک کمی پایین آمده، درآمد روزانه یک چیز افزودی در مریضای سوی تغذیه به میان آمده، ولی تو یک حالتی نیست که کاملا از کنترل خارج باشه. یعنی ما بسترهایی را که برای سوی تغذیه داریم دائم بسترهای ما پر است که ناشی از این میشه که اصلا سطح اقتصاد در جامعه پایین است. بر اساس این گزارش، محرومیت از آموزش و سوی تغذیه از عوامل اصلی فقر در میان کودکان افغانستان است. گزارش می‌افزاید که 52.3% از خانواده‌های فقیر در افغانستان با کودک زندگی می‌کنند که از حضور در مکتب محروم است و 44.2% از خانواده‌های فقیر با کودک زیر 5 سال که دچار سوی تغذیه است زندگی می‌کنند. در خانواده ما مشکلات مایی بود که پدرش بیکار بود، چون که پدرش سابق وظیفه داشت، بیکار بود، تقاعد کرده بود، در خانه بود. دیگه وضع اقتصادی ما قدر درست نبود. برای ما خط دادن که شما شب میتونید شبخانه موسای وردک ببرین. ما وضعیت اقتصادی ما خوب نبود. این در حال است که رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان همچنان گفته است که ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده یک تهدید دوامدار برای مردم این کشور به ویژه کودکان است. پیش از این امارت اسلامی بارها گزارشات نهادهای بین المللی بابت افزایش فقر در افغانستان را نادرست و آن را اغراق‌آمیز دانسته است.
رئیس اداره تنظیم امور زندان‌ها میگوید که حدود 12,000 مرد و دست کم 1,000 زن که از سوی محاکم کشور مجرم شناخته شده اند در زندان‌های کشور زندانی‌اند. محمد یوسف مستری در گفتگوی ویژه با آریانا نیوز می‌افزاید که در میان زندانیان 100 شهروند خارجی نیز شامل است که جرائم مختلف را مرتکب شده‌اند. رئیس این اداره همچنان آمار می‌دهد که 12,000 تن دیگر به اتهام جرائم مختلف در توقیف خانه‌ها بسر می‌برند و هنوز حکم نهایی محکمه بالای آنان صادر نشده است. فرهناز فریبرز گزارش می‌دهد. رئیس عمومی اداره تنظیم امور زندان‌ها در یک گفتگوی ویژه با آریانا نیوز آمار می‌دهد که در حال حاضر نزدیک به 12,000 مرد و دست کم 1,000 زن که جرایم مختلف را مرتکب شده و حکم نهایی محاکم بالایشان صادر شده است در زندان‌های کشور زندانی‌اند. محمد یوسف مستری می‌افزاید که در میان محبوسین 100 شهروند خارجی نیز شامل است که جرایم مختلف را مرتکب شدند. رئیس این اداره همچنان آمار می‌دهد که 12,000 دیگر در اتهام به جرایم مختلف در توقیف خانه ها به سر می‌برند و هنوز حکم نهایی محکمه بالای آنها صادر نشده است. سره در محل په مابس کې په ټولو محبوسو کې د افغانستان په کچه باندې هغه محکوم شده بندیان چې په مابس کې محکوم شده دي د محاکمو د خوا حکم پر نهایی سوی دی د 12,000 سره شروع 12,500 پورې بندیان سته. البته داسې بندیان چې په توقیف کې سته چې تر اوسه د محاکمو په انتظار کې دي، حکم یې معلوم نه دی چې دوی به رها کیږي که به محکوم شده کیږي بیا به مابس ته ځي. هغه سی بندیان هم په توقیف کې لرو، هغه هم د 12,000 شاوخوا تر 12,000 بوی. رئیس این اداره تاکید می کند که کمیته انتقال زندانیان افغان از خارج به کشور با اشتراک نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه، داخل عدلیه، استر محکمه و اداره تنظیم امور زندان ها ایجاد شده است و در نتیجه تلاش های این کمیته تا کنون 2 تن از کشور چین، 3 تن از کویت، 2 تن از یمن و 1,058 تن دیگر از ایران به کشور انتقال داده شده است. اوس 3 ملکه تقریبا مش سفرونه کړی دي. چین ته مسافر کړی دي، د چین څخه مو یو ژوندۍ یو مړ بندي راوستلی دي. چلته وپاسه وی بیا موږ ته نه راکو بیا راکو او یو مړ ژوندۍ راوستلی دي او د نورو د پاره په خبرو کې ورسره د کویت مدرې بندیان راوستلی دي. 2 الهسوی دي، یو نه دي تر وسی الهسوی. د یمن سمو 2 بندیان راوستلی دي او د ایران سمو 1,055 کسان راوستلی دي چې نورم وس ورسره په جریان کې ورسره. نو تاجیکستان ته تللی خبره مو سره کړی د څه بندیان ستکه دایسي په خپل اصول کې راکی. رئیس عمومی اداره اطمینان می‌دهد که شکنجه در زندان‌های افغانستان وجود ندارد. از این رو اداره تنظیم امور زندان‌ها متحد است که به تیم‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه دسترسی به زندان‌ها در افغانستان به شمول زندان‌های زنانه را بدهد. بشر دوست نړیوال سازمانونه یا بشر دوست بنسټونه وایي چې تاسو د بشر حقوق طلب کړی دي، خو دوی ته ما ویلي دي چې راسي په ګډه د مابسونه وګورو. کتلب سو هغه برسنیس کو هغه مش جبراو کو کنه او تلب سو هغه کم کار چې مش کړو چې پر تاسو څونه حق لري هغه حق تاسو ورکي. نو دا د پټ خبره نه د ټولو تم ویل دي. ان شاء الله مش خو د دوی سره غشتنه کو چې راس هم کومک در سره وکي هم لیدنه وکي چې مش څور سره کړی او ان شاء الله بشری حقوق به ځای سوی نه. رئیس این اداره تاکید می کند که تسهیلات خوب به ویژه در بخش آموزش های دینی، عصری و حرفوی و ورزشی برای تمامی زندانیان به ویژه زنان در زندان های کشور فراهم شده و استادان مسلکی بشمار در زندان ها مصروف تدریس هستند. در 6 ماه گذشته نزدیک به 100 تن در نتیجه حوادث ترافیکی در ولایت بدخشان جان باخته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان قماندانی امنیه این ولایت میگویند در این مدت 90 حادثه ترافیکی به ثبت رسیده و بیشتر این رویدادها به دلیل مسلکی نبودن راننده ها و غیر معیاری بودن سرک ها اتفاق افتاده است. از سوی هم در تازه ترین مورد در پی واژگون شدن یک موتر در این ولایت 5 تن جان باخته و 13 تن دیگر زخمی شدند. رویدادهای ترافیکی در ولایت بدخشان افزایش یافته است. سخنگوی قماندانی امنی این ولایت میگوید در 6 ماه گذشته 90 رویداد ترافیکی در بخش های مختلف این ولایت صورت گرفته که در نتیجه این رویدادها 90 نفر جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند.
سخنگوی پلیس بدخشان دلیل افزایش رویدادهای ترافیکی را غیر مسلکی بودن رانندگان و خرابی جاده ها عنوان می کنند. ماه گذشته در سطح ولایت بدخشان و ولسوالی های مربوطه آن 91 حادثه ترافیکی واقع شده که متاسفانه در این حادثات نزدیک به 100 نفر کشته شده و بالاتر از 100 نفر زخم برداشتند و علت حادثات ترافیکی خصوصا در ولایت بدخشان نبود سرک های معیاری و همچنان غیر مسلکی بودن دریوران میشد. از سوی در تازه ترین مورد در یک رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان 5 تن جان باخته و 13 تن دیگر زخمی شدند. باشندگان بدخشان از حکومت محلی این ولایت خواهان ساخت و ساز سرک های این ولسوالی اند. سرک های کوهستان سرک نیست، همه خراب است. دیگر این مردم هایی که رفتن این بیچارات به تعداد 6 نفر 5 نفر ما شهید داریم و 12 13 نفر دیگر مجرد شفاخانه است. دو تا سیاسر زخمی شد. دیگر یک تا بچه میده دستش میده شد. شاید خیلی سنگین داشتم و خیلی ما کمتر زخوار داشتیم. مسئولان محلی بدخشان میگویند نسبت به زمان مشابه سال گذشته رویدادهای ترافیکی افزایش یافته است. باشندگان این ولایت میگویند از این که مسیر ولسوالی های بدخشان طولانی و مخروب است، حکومت باید در زمینه مسلکی سازی رانندگان تلاش کند و از رانندگی افراد بدون جواز جلوگیری کند. آبهای زیرزمینی در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند کاهش یافته و این موضوع باشندگان این ولسوالی را نگران کرده است. آنان میگویند که آب کافی برای کشت و زراعتشان وجود ندارد. به گفته باشندگان این ولسوالی، اگر دولت به این مشکل توجه نکند، آنان به ترک مناطقشان مجبور خواهند شد. با این حال، مسئولان محلی ولایت هلمند میگویند که درخواست‌های خود را برای ساخت بند فرهاد با حکومت مرکزی در میان گذاشتند و پیش بینی می شود پس از تخصیص بودجه کار ساخت این بند آغاز شود که با ایجاد آن مشکلات آب این ولسوالی حل خواهد شد. نگرانی ها از کاهش سطح آبهای زیرزمینی در ولسوالی نوزاد هلمند. به گفته باشندگان این ولسوالی سطح آب در این ولسوالی پایین رفته و آنون ناگزیر هستند تا از مناطقشان کوچ کنند. دا سیم خوشی و دا حدود از سیم آب تاولا رو دید بیا دوری. المر خط خواهی شرک پات ترهیق ما همه غروب سیم. دا چول مخت باغونه و دا بادام باغونه و دا نار باغونه و بیا تاکان و بیا کسیم یواده دا یا شکر پارای موږ بل چې قسم کښته و دا د دې ځای یو مهم زراعتي شی و اوس دا ټول د وچکلۍ څخه له منځه خو په دغه بیکاري څخه چې ځوانان بیکاري هېڅ کار و کار نشته ناستې نو بره د دغه څخه زمینه چې نه کښتې نه کرونده یې نه شی نو بره غوښتنه مو دغه ده چې موږ ته د فرهاد بند وتلی موږ ته اوبه پیدا کړي او دا ولسوالي ورځ په ورځ خرابېږي خلک دې نوځي. حضرت محمد که یکی از باغداران در این ولسوالی است میگوید به بهای بسیار زیاد باغهای انارش را آبیاری میکند. در برمی و در لیلو و در پیپ و در مصرف برگرد مثلا واتل که اقوانی به مرسه مثلا مصرف سوی چه ما در دقا باغ پری و برای بستری دی در باغ ما در وزرشن ساتل دیم. از سوی برخی از باشندگان این ولسوالی خواهان ساخت و ساز بند فرهاد در این ولسوالی اند. راحت څنګه چې د موشه تیشه باید راوتړي د مسلمانان د کندانې د اعتمال مسکینان ځغستلې دي دلته بمبارونه شوي دلته سختۍ راغلي دي اوس به د تو نیمه چکلي راته مسلمانان پرا دي کوډې دي څه دي د فلیزه د دوه یو نیمه بنجور وسته نه لري د نیمه مسلمان وسته نه لري وچکلې د مخنیوي د پاره مو غوښتنه د امارت څخه دغه ده چې د موشه د فرهاد بند وترسي فرهاد بند نوزات یو حیاتي ارزښت لري ډیر مهم ځای دی ډیر مهم بند دی او په لږ امکانات سره تړل کیږي. مسئولان محلی ولایت هلمند میگویند که درخواست های خود را برای ساخت بند فرهاد با حکومت مرکزی در میان گذاشتند و پیش بینی می شود پس از تخصیص بودجه کار ساخت این بند آغاز شود که با ایجاد آن مشکلات آب این ولسوالی حل خواهد شد. فرهاد بند جوړیدل په پام کې دی او په پلان کې دی د هلمند ولایت مقام له لوري پیشنهادونه سوي دي د مشتر محترم مقام ته او تر اړوند وزارتونو پورې موضوع رسیدلې ده. موضوع په جریان کې دی ان شاء الله امیدوار یو چې د امکانات او بودیجه په پیدا کېدلو سره به دا کار پیل شي او دا ډیره حیاتي پروژه ده. تغییرات اقلیمی در افغانستان به ویژه در ولایت جنوبی بسیاری از مردم را تحت تاثیر قرار داده و مردم نیز با استفاده از برق آفتابی از آبهای زیرزمینی استفاده می کنند و زمین را آبهای زیرزمینی نیز به شدت در حال کم شدن است.
از روز ملی زبان ازبکی در کابل تجلیل شد. شماره از فرهنگیان و گویندگان این زبان در برنامه به این مناسبت بر تقویت هرچه بیشتر و گنجانیدن این زبان در نصاب تعلیمی کشور تاکید کردند. در حاشیه این برنامه نمایشگاه برای معرفی غذاها و لباسهای سنتی ازبکی و آثار هنری نیز برگزار شد. تجلیل از روز ملی زبان ازبکی اینجا در کابل. در برنامه که به این مناسبت از سوی فرهنگیان و گویندگان این زبان برگزار شده، در آن بر تقویت بیشتر زبان ازبکی و گنجانیدن آن در نصاب تعلیمی کشور تاکید گردید. برگزار کنندگان این برنامه از مسئولان حکومت سرپرست میخواهند که در راستای رشد این زبان که گوینده زیادی در کشور دارد، راهکارهای عملی روی دست بگیرد. نوایی، بابر، عطایی، سکاکی، حامد بلخی بلر کرده. یعنی بو دورنه بشه اسک ازبیک تله، بو فقط یگانه میراث خوره بز بگون ازبیک خلقمز. ازبیکی جبه؟ چه ده هیواد پا بیلو بیلو برخو که گنش میر خلق پری خبری کوی ده پختو او دری جبو ترسنگ ده هیواد لمهم و جبو سخه شمیر الکیگی. ده افغانستان فرهنگی او جبنیزی تنوو تا پا پام ارینه ده چه ده یادی جبه ده تقویت او پرختیا پا موخه پگده کتلی گامونه وخلو. شمار دیگری در این برنامه به جایگاه ادبی زبان ازبکی اشاره کرده و شاعر و دانشمند ازبک زبان امیر علی شیر نوایی را نمونه مزداق بارزی از غنامندی آن خواندند. هویت برگن یا مستلگا هویت برگن یا مایتیلا نمه کره استلدن زحمت کره جوان تلاش کره استاد آلتای لیراک بر مسئله که اشاره کرده ادبیات ازبک تلنه انتخاب کلیکان جوان خیلی کم جوان بو اوزینده زوفیندن وقتی که سن وستلیندن اوزینده موقفینده تاپال میستد مشکلین بار. زبان ازبکی هرچند طی سالیان متمادی با چالش ها و فرصت های در واقع همراه بوده، اما با تلاش این بزرگ مردان و با تلاش شما نسل امروزی در واقع همچنان پرورش میابه و زنده میمانه. برگزار کنندگان این برنامه میگویند با آنکه شمار زیادی در افغانستان به زبان ازبکی سخن میزنند، اما آنان با چالش های زیادی از جمله نبود کتابخانه معیاری روبروند. آنان از حکومت سرپرست میخواهند که برای رشد زبان ازبکی آن را در نصاب تعلیمی کشور بگنجاند. چاپ و توزیع کتاب به زبان ازبکی، از اینکه در نصاب تعلیمی وزارت محترم معارف یک مضمون تحت عنوان زبان مادری آمده، لازم است تا در قسمت عملی ساختن این امر در مکاتب که زبان ملی اکثریت شاگردانش زبان ازبکی است تحقق پیدا نماید. در حاشیه این برنامه نمایشگاه آثار هنری و نقاشی، لباس ها و غذاهای سنتی ازبکی نیز برگزار شد. مالداران ولایت ننگرهار از دولت می خواهند که به بخش مالداری توجه بیشتری نماید و در زمینه دوا و واکسین با آنان کمک کند. در این حال مسئولان ریاست زراعت و مالداری این ولایت می گویند که برای توسعه بخش زراعت و مالداری گام های قابل ملاحظه برداشتند و تلاش ها در این زمینه همچنان جریان دارد. مشکلات مالداران در ولایت ننگرهار. مالداران در این ولایت اگرچه از خدماتی که برای آنها از سوی ریاست زراعت و مالداری این ولایت صورت میگیرد راضی هستند، اما از دولت خواهان توجه بیشتر در بخش دوا و واکسین هستند. حکومت نه داز مون وخت نه چې دی مالداري په برخه کې ډیره توجه وکړي مونږ ته، ځکه چې د ډیر یو غریب خلک دي وسه نه چې شخصي تلاړ شي. دغه کلینیکونه چې دی سره چې ښه مرسته وشي دی به مونږ سره ښه مرسته کوي شي، انشاءالله دی مونږ ډیر راضي وو. زموږ یو خوسکی مریض دی او راوستم د څه شی ملاریا مرغه وو ټیسه وکړو، اوس دوا تاده شروع دی چې مالونو په برخه کې په چنجو په برخه کې د واکسینو په برخه کې چې مونږ سره مرسته وکړي. از سوی مسئولان ریاست زراعت و مالداری این ولایت میگویند که برای توزیع زراعت و مالداری گام های چشمگیری برداشتند و تلاش ها در این زمینه همچنان ادامه دارد. په ننګرهار کې زرګون بزګران و مالداران سره د حیواني خوراکي چنجو ضد درملو واکسینونو او نورو اړوند برخو کې مرستې کړې دي، چې هم کلینیکونه په بعضو ولسوالیو کې فعال شوي دي او هم چې د چنجو ضد دوایانې ویشل شوي دي او ډاکټرانو ته په دغه برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شوی دی
چې ولسونو سره به څه قسم رویه کوي. مونږ سمو چې په وسه کې یو د موسسات سره په همکارۍ د هغوی څخه مو غوښتنه دا کړې ده چې د مالدارۍ د سکتور د پیاوړتیا لپاره چې په هره برخه کې وي، هغه د واکسین په برخه کې وي، هغه د تداوۍ په برخه کې وي، که هغه د چنجو ضد درمل او یا د عامه پوهاوي د امراضو په مقابل کې د مالدارانو د ظرفیت لوړونې په برخه کې، مونږ د ناروغۍ په مقابل کې هغه ناروغۍ چې د انسان او حیوان سره مشترکه ناروغي دي، د دې په اړه مونږ عامه پوهاوی کړی. بر بنیاد معلومات مسئولان ریاست زراعت ننګرهار، همزمان با فرا رسیدن فصل سرما، برنامه های آگاهی دیهی به مردم در بخش مالداری را نیز آغاز کردند. هیئت به رهبری سرپرست وزارت صنعت و تجارت به قزاقستان سفر کرد. این هیئت در نمایشگاه مشترک دو کشور که قرار است در شهر آلماتی برگزار شود اشتراک خواهد کرد. مقام های وزارت صنعت و تجارت میگویند که بیش از 200 تاجر و سرمایه‌گذار افغان نیز در این نمایشگاه چهار روزه اشتراک خواهند داشت. سرپرست وزارت صنعت و تجارت در رأس هیئت برای شرکت در دومین نمایشگاه چهار روزه قزاقستان و افغانستان به آلماتی سفر کرد. به گفته سرپرست وزارت صنعت و تجارت، در این نمایشگاه نشست‌های مشترک در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین سکتورهای دولتی و خصوصی افغانستان و قزاقستان برگزار می‌شود. نورالدین عظیمی افزاید که در این سفر در مورد توسعه ترانزیت و تجارت بین دو کشور با طرف قزاقستان گفتگو خواهند کرد و نیز درباره فعالیت کریدور اقتصادی اروپا آسیا که از قزاقستان استان میگذرد بحث خواهد شد. و همچنان پارسال هم صحبت کردیم درباره روابط بانکی ماست که رئیس محترم از بانک مرکزی ما در این مجلس ما حضور دارند. روابط خیلی خوب شده الحمدلله. دگم ما میخواهیم که روابط بانکی ما بهتر شد. همکاری ما در عرصه مخابرات و تکنولوژی است که انشالله سال قبلی ما قرارداد 200 ام بی انترنت داشتیم. باز هم کوشش میکنیم که اگر قیمت خوبتر معقولتر باشه انشالله پس دوباره انشالله کوشش میکنیم که قراردادها را تمدید کنیم. سرپرست این وزارت همچنان میگوید در این نمایشگاه مشترک 250 تن از اعضای بخش خصوصی در 70 غرفه محصولات خود را به نمایش میگذارند. می نشستایی که سکتور خصوصی ما با سکتور خصوصی قزاقستان داره و نماینده های حکومت افغانستان از امارات، ما همچنان گفتگوها به خاطر تسهیلات روند تجارت، صادرات و سرمایه گذاری در افغانستان همچنان ما می داشته باشیم و توجهی بسیار خاص داریم، چون قزاقستان یکی از کشورهای الحمدلله در منطقه یکی از کشورهای غنی است، یکی از کشورهایی است که استعداد سرمایه گذاری در افغانستان دارد. مقام های وزارت صنعت و تجارت میگویند که سال گذشته نیز نمایشگاه مشترک بین قزاقستان و افغانستان برگزار شده بود که تاثیر خوب و مثبت بر بهبود روابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور گذاشته است. این بود مجموعه خبری این ساعت که به اتفاق من و همکارانم تقدیمتان شد. از حضور و همراهیتان سپاسگزارم. خدا نگهدار. حامی نشرین برنامه